درود بر شما داده کاوی و نمایش داده ها و کشف اطلاعات مهم توی داده ها میتونه واسه خیلی از مشاغل و شرکت ها راه باشه مفاهیم بسیار مهم و تأثیر گذاری توی داده ها وجود داره که با نگاه به داده های متنی و جدولی چشم ما قادر به درک این مفاهیم نیست و باید اونها رو با تکنیک های مختلف آنالیز داده پیدا کنیم توی این ویدیو هدف ما کاوش روی داده ها و نمایش جزئیات اونها با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتان و کتاب های مربوط به آنالیز داده ها و یادگیری ماشین هست. من رضا مشیخی هستم و هدفم اینه که یادگیری برنامه نویسی رو برای شما راحت کنم و شما رو به عنوان یک برنامه نویس حرفه ای آماده ای بازار کار کنم. اگر تا الان توی کانال ما سابسکرایب نکردید همین حالا دکمه سابسکرایب رو بزنید تا در جریان ویدیوهای جدید ما قرار بگیرید جلسات قبل ما راجع به مراحل ششگانه انجام یک پروژه یادگیری ماشین صحبت کردیم و مراحل اول و دوم اون رو به تفصیل توضیح دادیم مرحله اول نگاه کلی به مسئله بود مسئله رو باز کردیم سوالاتمون رو از مشتری پرسیدیم فرضیاتمون رو بررسی کردیم و فهمیدیم که هدف ما از انجام این پروژه چی هست و پروژه‌ای که ما انجام میدیم و مدلی که ما می کنیم چطور قراره به مشتری ما کمک بکنه توی مرحله دوم داده ها رو از مشتری گرفتیم اون روی اپلیکیشن آنکاندا و محیط جوپیتر باز کردیم یک ورک سپیس برای خودمون ساختیم که یک نوتبوک توی جوپیتر بود و بعد توی اون نوتبوک داده ها رو دانلود کردیم و یک نگاه کلی روی داده ها انداختیم توی اون جلسه با کتابخونه پانداز کار کردیم و جزئیات خیلی مفیدی رو از این کتابخونه یاد گرفتیم این جلسه در مورد مرحله سوم از انجام یک پروژه یادگیری ماشین یعنی نمایش داده ها و درک اونها میخوایم صحبت بکنیم برای اینکه ما بتونیم یک مدل ماشین لرنینگ طراحی بکنیم که این مدل دقیق باشه و ما را به هدفمون برسونه اول از همه ما باید دید کلی و کاملی روی داده ها داشته باشیم باید بدونیم چی داریم و چی از سیستممون میخوایم باید رابطه بین داده ها رو مشخص بکنیم باید جزئیات داده ها رو بیرون بکشیم و بفهمیم که چه ویژگی هایی برای طراحی مدل ما به کار میاد پس وارد جوپیتر نوت بوکمون میشیم و از اون طریق مراحل یک و دو رو ادامه میدیم قبلا صحبت کردیم که برای اینکه بتونیم یک فایل CSV یا Comma Separated File رو بخوایم از یوزر بگیریم با استفاده از کتابخونه پانداز از تابع read csv استفاده می کنیم اون فایل رو می خونیم و بعد اگر هدری داشت می گیم کدوم سطر هست و بعد می گیم اون فایل به چه صورت از هم جدا شده که با کاما هست و بعد فایل رو می تونیم با استفاده از هد نمایش بدیم یه سری عملیات روی فایلمون انجام دادیم از قبیل هد و تیل یا تونستیم سطر های مختلف داده ها رو ببینیم تونستیم بفهمیم که چند ستون داره داده های ما اطلاعات جزئی در مورد هر کدوم از ستون ها رو با هم بررسی کردیم و بعد تونستیم ببینیم که هر ستون چه مقدار های یونیک یا خاصی داره و هر کدوم چند بار تکرار میشه اگر سوالی در این مورد ها داشتید میتونید به ویدئوی قبلی این کورس یعنی مرحله یک و دوی انجام یک پروژه ماشین لرنینگ مراجعه کنید ما یک دیتابیس داریم که بیش از 20 هزار خط داره این دیتابیس ما و هر خطی نمایانگر یک ردیف از داده یا یک منطقه توی کالیفرنیا هست داده های مربوط به خونه ها توی اون منطقه وجود داره و هدف کلی ما از انجام این پروژه پیش بینی قیمت میانگین داده ها برای مناطقی هست که در آینده توی پروژه تعریف میشه هر منطقه یک لانگیتود لاتیتود یا یک طول عرض جغرافیایی داره که مکان اون منطقه رو نشون میده و بعد میانگین سن خونه های اون منطقه رو نشون میده تعداد کل اتاق هایی که خونه های اون منطقه دارن رو نشون میده تعداد کل اتاق خواب های اون منطقه رو نشون میده که اتاق ها منظور اتاق خواب ها اتاقهای نهارخوری اتاقهای پذیرایی دستشویی آشپزخونه همه اینها رو اتاقها نامگذاری میکنن و بعد جمعیت هر منطقه رو میده که میدونیم هر منطقه از کالیفرنیا توی دیتابیس ما بین 600 تا 3000 نفر جمعیت داره هاوس یا تعداد خانوارهای اون منطقه رو نشون میده و میانگین درآمد افراد توی اون منطقه رو داریم و در نهایت Median هاوس ولیو یا مقدار اصلی که ما میخوایم یعنی قیمت میانگین خونه ها توی این منطقه هست و در نهایت یک اتریبیوت یا یک فیچر داریم به اسم اوشن پراکسیمیتی یا نزدیکی به اقیانوس یا ساحل میدونیم که هدف نهایی ما این هست که با استفاده از داده هایی که داریم مدلی طراحی کنیم و این مدل رو طوری آموزش بدیم که بتونه برای داده های آینده این میانگین قیمت خونه ها رو پیش بکنه برای ما مدل ما الان داره این برچسب رو آموزش میبینه و بعد در نهایت اگر روزی یک خط دیگه از داده که شامل همه این فیچرها به جز میدین هاوس ولیو هست به سیستممون بدیم سیستم ما باید قادر باشه که این مقدار میانگین قیمت رو پیش بینی بکنه برای ما توی جلسه قبل گفتیم که داده هایی که الان داریم رو به دو قسمت تقسیم میکنیم ترین ست و تست ست train ست قسمتی از داده هست که ما قراره با استفاده از اون مدل یادگیری ماشینمون رو آماده بکنیم و آموزش بدیم و بعد تست ست داده هایی هست که با استفاده از اون مدل هامون رو میتونیم تست بکنیم که ببینیم آیا این مدل های ما خوب داده ها رو تحلیل کنند و پیش بینی میکنن یا خیر بررسی کردیم و فهمیدیم که یک الگوریتم سوپروایز داریم چون لیبل داریم و یک مقدار یک لیبل رو میخوایم در آینده پیش بینی بکنیم و چون لیبل ما کلاسیفیکیشن نیست یا گروه بندی نیست و عدد دقیق هست از یک الگوریتم رگرسیون یا رگرشن استفاده میکنیم اما نوع الگوریتم رو هنوز به نتیجه نرسیدیم چی باشه اول باید داده ها رو بررسی بکنیم برای انجام این کار یک سلول زیر این سلول میسازیم اول این سلول رو یک بار ران میگیریم تا داده های ما پر بشه فایل رو دوباره بخونه و بعد تست ست ما رو درست بکنه حالا میدونیم که هر کاری که میخوایم انجام بدیم روی ترین ست ما هست ولی برای اینکه کارهای آینده ما ممکن هست که روی داده ها تاثیر بذاره و یک تعدادی رو خراب بکنه یا ممکن ما یک خرابکاری روی داده ها داشته باشیم و نمیخوایم داده های اصلیمون از بین بره در نتیجه این ترین رو کپی میکنیم توی یک دیتا فریم دیگه اسمش رو مثلا دیتا میذاریم و میگیم که این ترین ستمون رو کپی کن و بریز توی دیتا از این به بعد ما با دیتا کار میکنیم و میدونیم که این دیتا رو هر کاری خواستیم میتونیم روش انجام بدیم و دقیقا یک کپی از این ترین ست هست برای اینکه مطمئن بشیم data.head پنج سطر اول این رو نمایش میدیم با شیفت و اینتر شما میتونید ران بگیرید و دیگه نیازی هر سری این ران رو بزنید من شیفت و اینتر رو میزنم و بعد میبینیم که پنج سطر اول دقیقا مثل این پنج سطر اول هست پس عملیات ما به درستی انجام شد حالا که دیتا ها رو کپی گرفتیم بهتر هست که عملیات نمایش و کاوش روی داده ها رو شروع بکنیم اولین کاری که نیاز هست روی داده ها انجام بدیم یک نگاه جغرافیایی بر روی داده هاست به خاطر اینکه ما اطلاعات مناطق مختلف ایالت کالیفرنیا رو داریم و میخوایم قیمت این مناطق رو بررسی بکنیم پس یک نگاه جغرافیایی روی داده ها بندازیم تا یک دید بهتر بگیریم راجع به اون کاری که داریم انجام میدیم برای اینکه ما یه دید درستی داشته باشیم روی داده هامون من نقشه کالیفرنیا رو اینجا روی گوگل مپ آوردم میبینید که جنوب غربی آمریکا هست کالیفرنیا و شهرهای اصلی اون ساکرامنتو که پایتختش هست سان فرانسیسکو سان خوزه لس آنجلس و سان دیگو هست ما طبیعتا یک چنین نقشه ای رو برای کالیفرنیا داریم حالا میایم روی داده ها و میدونیم که لانگیتود و لاتیتود همون طول و عرض جغرافیایی هست یعنی اگر ما روی محورهای x و وای لانگیتود و لاتیتود رو داشته باشیم روی یک نمودار میتونیم نقاط مختلف رو شکل واقعی نقشه اونها ببینیم برای اینکه بتونیم نموداری داشته باشیم از داده ها از پلات استفاده میکنیم که روی دیتا فریم ها موجود هست کتابونه پانداز قابلیت پلات گرفتن دیتا های یک دیتا فریم رو به ما میده پس ما می نویسیم دیتا که کل این داده های ما هست دات پلات الان باید بگیم این پلات ما از چه نوعی هست پس یک متغیری به نام کایند رو تعریف کنیم. و میگیم که ما از چه نوع داده ای میخوایم میتونیم یک نمودار میله ای داشته باشیم یا یک بار چارت داشته باشیم میتونیم یک پای چارت داشته باشیم که حالت کیک مانند هست نمودار میتونیم نمودارهای خطی داشته باشیم یا لاین چارت داشته باشیم ولی ما اینجا به خاطر اینکه تعداد داده هامون بسیار زیاد هست و به خاطر اینکه نقطه نقطه میخوایم هر منطقه رو داشته باشیم از سکتر استفاده میکنیم وقتی که نمودار رو دیدیم متوجه میشیم که منظور از اسکتر چی هست با یه کاما آپشن های دیگه میدیم مثلا ما میخوایم x لانگیتود رو نشون بده برای اینکه اشتباه تایپی نداشته باشیم کپی میکنیم اینجا محور x ها طول جغرافیایی رو به ما نشون میده و محور وای ها عرض جغرافیایی رو باید به ما نشون بده یعنی latitude این نمودار الان باید به ما نشون داده بشه همونطور که میبینید شبیه کالیفرنیا هست شبیه همین نقشه کالیفرنیا هست داده های ما و هر منطقه رو نشون میده من برای اینکه نمودار یک مقدار بزرگتر باشه فیگر سایزمون یا سایز تصویرمون رو میکنم مثلا 10 در هفت یک مقدار طبیعتاً باید به ما بزرگتر نشون بده این مناطق مختلف هست و همونطور که میبینید هر کدوم از این نقطه ها یکی از این سطرهای های داده ما هستند. و ما برای اینکه مطمئن بشیم چند سطر داره داده های ما میتونیم از شیپ استفاده بکنیم و میبینیم که 16512 خط داریم توی داده هامون این 16512 خط همین 16512 نقطه ای هست که به ما نشون داده میتونیم بفهمیم که این قسمت از کالیفرنیا به همراه این قسمت غربی و این قسمت مرکزی بیشترین تعداد مناطق رو داره پس نشون میده که بیشترین جمعیت رو احتمال زیاد این قسمت ها داره و همونطور که روی نقشه اصلی میبینین مربوط به لس آنجلس، سان فرانسیسکو، ساکرامنتو و این قسمت یا بیکرز فیلد هست و همینطور فرزنو پس میتونیم تشخیص بدیم که چه قسمت هایی از داده های ما از این مناطق ما قسمت های پر جمعیت تر هست و نکته دیگه این هست که اینجا مرز ساحلی با اقیانوس آرام هست پس میتونیم ببینیم که جمعیت بیشتری توی ساحل هستند تا قسمت های دور از ساحل اما اینجوری الان ما زیاد نمیتونیم دنسیتی یا چگالی مناطق رو متوجه بشیم ما یک متغیر دیگه به نام آلفا داریم که مقدار ترانسپرنسی هر کدوم از این نقطه ها یا مقدار مات بودن یا شفاف بودن هر کدوم از این نقطه ها رو به ما میده ما اگر آلفا رو برابر دو دهم ده در نظر بگیریم این رو به اندازه 8 دهم ده شفاف میکنه بذار این حاصل رو ببینیم همونطور که میبینید الان توی این نمودار هر کدوم از این دایره ها روشن کشیده شدن و این جاهایی که تیره هستن یعنی تعداد زیادی از این دایره ها روی هم هستند تا این نقشه به وجود بیاد و این باعث میشه که ما دنسیتی یا چگالی هر منطقه رو ببینیم پس میبینیم که توی این قسمت یا لس آنجلس و توی این قسمت ساکرامنتو و سان خوزه تعداد بیشتری از مناطق وجود دارن و میدونیم که هر منطقه بین 600 تا 3000 نفر جمعیت داره پس چگالی مناطق توی این قسمت ها بیشتر هست علاوه بر مشخص کردن آلفا ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم که از اون طریق میتونیم اطلاعات بیشتری رو از این ستون ها روی این نمودار نمایش بدیم ما الان فقط x و y رو داریم و از این طریق تونستیم بفهمیم که مناطق ما از لحاظ جغرافیایی کجا هستند ولی اگر دقت بکنید میبینید که برای هر منطقه یک دایره روی نقشه نشون داده ما میتونیم شعاع این دایره رو به نسبت جمعیت افراد تغییر بدیم شما با توجه به داده هایی که در آینده خواهید داشت میتونید تشخیص بدید که چطور میتونید نمودار رو مودیفای بکنید تغییر بدید تا داده های بیشتری رو ببینید ما الان میخوایم شعاع این رو به نسبت پاپولیشن یا جمعیت تغییر بدیم شعاع آپشن S هست توی نمودارهای اسکاتر پس ما S رو برابر متغیر پاپولیشن یا جمعیت هر منطقه در نظر میگیریم و برای اینکه میخوایم روی لجند یا کمک نقشمون نمایش داده بشه یک لیبل هم بهش میدیم همین population در نظر میگیریم لیبر رو برای که نمودار ما واضح بشه اینو توی خطهای مجزا هر کدوم از قابلیت ها رو می نویسم پس ما این قسمت گفتیم که نوع پلاتمون از نوع اسکاتر هست لانگیتود و لاتیتود رو, رو روی محور های x و وای همونطور که میبینید لانگیتود و لاتیتود رو داره نمایش میده به ما بعد از آپشن S استفاده میکنیم که پاپولیشن یه جمعیت هست و یک لیبل هم بهش میدیم و بعد سایزش رو 10 در 7 و بعد مقدار آلفا رو دو دهم در نظر میگیریم الان شعاع این دایره ها با توجه به پاپولیشن تغییر میکنه ولی خب چون پاپولیشن عدد بسیار بزرگی هست مثلا 2300 و ما نمیخوایم دایره های بسیار بزرگی داشته باشیم شاید بهتر باشه که این پاپولیشن رو تقسیم بر یک عددی بکنیم پس اسم میشه پاپولیشن تقسیم بر مثلا عدد 100 ببینیم حاصل چطور هست به ما ایرور میده ارورش هم درست هست چیزی به نام پاپولیشن نمیشناسه دیتای پاپولیشن ما میخوایم شعاعمون توی دیتا ستون پاپولیشن باشه الان قاعدتا نباید به ما اروری بده یعنی از دیتا فریم دیتا ستون پاپولیشنمون رو میخوایم اس باشه و بعد مقدارش رو تقسیم بر 100 میکنیم یعنی اینجا مثلا 2300 میشه 23 شعاعش این رو ران می‌گیریم. می‌بینیم که دایره‌ها رو داره نشون میده بعضی از دایره‌ها بزرگ هستند بعضی از دایره‌ها کوچیک، ولی تقسیم بر 100 عدد خیلی خوبی برای ما نبود. شاید می‌خوایم یکم بزرگتر داده‌ها رو نمایش بدیم. بهتره که شاید حدود 30 در نظر بگیریم این رو. من الان ران می‌گیرم این رو. یک مقدار بهتر شد. این دایره‌ها نمایانگر پاپولیشن هست. محور x ما لانگیتود و محور y ما لاتیتود هست و بعد میبینیم که منطقه های مختلف با دایره های سایز های مختلف نمایش داده شدن و همونطور که میبینید دایره هایی که این قسمت هستن بزرگتر هستن و دنسیتیشون هم بیشتر هست ولی ما باز هم قابلیت داریم که این نمودار رو بهتر بکنیم یعنی بتونیم یک متغیر دیگر رو وارد بازی بکنیم متغیرهایی که اینجا هستن متغیر اصلی که ما دنبالش هستیم median هاوس value هست یا قیمت هر خونه میخوایم این رو هم توی نمودار ببینیم تا یک دید کلی بگیریم که این قیمت هایی که ما قرار هست برای سیستم های آینده پیش بینی بکنیم توی چه قسمت هایی بیشتر هست توی چه قسمت کمتر هست و یک ایده کلی در مورد این قیمت ها داشته باشیم یک قابلیت دیگه که یک اسکتر پلات داره رنگ این نقطه ها هست ما میتونیم رنگش رو با متغیر C مشخص بکنیم که مخفف کالر هست و بگیم دیتای مدین هاوس ولیو یعنی این ولیو از دیتا رو ما میخوایم به عنوان رنگ نشون بده ولی منظور چی هست اینها که اعداد مختلفی هستن اینها که رنگ نیستن ما وقتی مقدار C رو به یک آرایه عددی یا سری عددی اختصاص میدیم منظورمون این هست که این رنگ ها رو توی یک رنج مپ کن رنج های مختلفی وجود داره میتونیم از سفید مقدارها رو شروع کنیم تا به سیاه برسیم میتونیم از آبی شروع کنیم تا به قرمز برسیم و این بازه رنگی هیت مپ ما هست و به ما نشون میده که هر عددی که مثلا به سفید نزدیکتر باشه توی قضیه سیاه و سفید یعنی قیمتش کمترین مقدار هست و قیمت ماکسیموم رو سیاه در نظر میگیره ولی اینجا ما از یکی از سیستم های از پیش تعریف شده استفاده میکنیم توی پلات و سی مپمون رو میگیم از نوع PLT خاطرتون هست PLT اینجا به عنوان matplotlib.pyplot استفاده میشد یعنی از این کتابخونه .getcmap یعنی سی مپ رو از اینجا بگیر از چه نوعی از نوع جت جت یک مقدار از قبل تعریف شده هست توی اینجا و از آبی تا قرمز رنگ رو تغییر میده به ما یک بازه مپینگ هست از آبی تا قرمز من الان این رو ران میگیرم و همونطور که میبینین قسمت های قرمز یعنی ماکسیموم قیمت رو دارن و قسمت های آبی یعنی کمتری مقدار قیمت رو دارن همینطور سمت راست اینجا این بار رو هم نمایش دادیم که روی این بار میتونید تغییر قیمت ها رو ببینید قیمت ها از صفر تقریبا شروع میشن تا 500 هزار هرچی به پایین نزدیکترن آبیترن و هرچی به بالا نزدیکتر میشه قرمزتر میشن پس ما از این طریق میتونیم بفهمیم که مناطق کنار ساحل قیمتهای گرونتری دارن و مناطق دور از ساحل ارزونتر میشن همینطور مناطقی اطراف سان هوزه، سان فرانسیسکو و ساکرامنتو و همینطور مناطق دروبر قیمت قیمتهای بالاتری دارند. پس فاصله با مراکز اصلی شهرها و فاصله با اقیانوس باعث میشه که قیمت ها کمتر بشه این یک روش بود برای نمایش داده ها از اسکتر استفاده کردیم ولی داده های بسیار زیادی هست که ما میخوایم امروز از این دیتابیس بیرون بکشیم حالا که یک دید کلی روی داده ها داریم بهتره که رابطه بین ویژگی یا ستون های مختلف داده رو بررسی بکنیم و از همه مهمتر چون هدف ما پیش بینی میانگین قیمت خونه توی هر منطقه هست ما باید رابطه بقیه ستون ها با این ستون رو سعی کنیم پیدا بکنیم یکی از روش هایی که ما میتونیم از اون طریق رابطه بین ویژگی ها رو توی یک دیتابیس پیدا بکنیم روش استاندارد کوریلیشن Co هست standard correlation coefficient standard correlation coefficient یعنی ضریب استاندارد وابستگی وابستگی بین فیچرها رو به ما میگه توی این دیتابیس ولی مشکل این روش این هست که فقط وابستگی های خطی رو به ما میگه و ضریب های غیر خطی رو ساپورت نمیکنه این رو باید مد نظر قرار بدیم نام دیگر استاندارد کوریلیشن کوفیشنت پیرسونز r هست یعنی ضریب آر پیرسون و با استفاده از تابع کور توی کتابخونه پانداز میتونیم از اون استفاده بکنیم این تابعی ای که از تابعه هایی است که بسیار کاربردی هست برای کار ما و ما به راحتی میتونیم رابطه خطی بین فیشر ها یا ویژگی ها رو پیدا بکنیم من یه وریبل میسازم اسمش رو مثلا کور ماتریس میذارم چون یک ماتریسی رو به ما برمیگردونه که این ماتریس رابطه هر دو ستون با هم دیگه هست و میگم که روی دیتا میخوام تابع کور که کوریلیشن coefficient هست رو اجرا بکنم ماتریسی رو بعد از انجام این تابع روی کوریلیشن ماتریکس ما می سازه که این ماتریس به این تعداد سطر داره و به همین تعداد هم ستون داره و برای هر کدوم از اینها رابطهش با بقیه رو به ما میگه ولی ما فقط رابطه ای که مدین هاوس ولیو با بقیه ولیو ها داره رو می‌خوایم. پس از حاصل کارمون یعنی از کور ماتریکسمون ما میگیم کور ماتریکس مدین هاوس ولیو رو میخوایم پس این رو کپی میکنیم و اینجا میاییم پیستش میکنیم میگیم از این ماتریکس نهایی که به ما داد که به ازای هر کدوم از این ستون ها رابطش با بقیه ستون ها هست ما فقط اون ستون میدین هاوس ولیو برامون مهم هست و بعد میخوایم این رو هم سورت کنیم حتما پس از سورت ولیوز استفاده میکنیم و بعد چون میخوایم سورتمون صعودی باشه ascendingش رو مساوی فالس قرار میدیم پس رابطه میدین هاوس ولیو رو با بقیه وریبل ها بقیه فیچر ها به صورت سورت شده و مرتب شده ما باید داشته باشیم اینجا شیفت و اینتر رو میزنم ران میگیره و همونطور که میبینید میدین هاوس ولیو رابطهش با خودش یک هست یعنی خطی هست اگر این اضافه بشه خودش هم اضافه میشه طبیعتا یه رابطه کاملا خطی با هم دارن پس رابطهش با خودش مهم نیست واسه ما رابطه ای که این با بقیه ستون داره رو اینجا میتونیم ببینیم نکته بسیار مهمی که استاندارد کوریلیشن coefficient داره این هست که مقادیری که به ما میده از منهای یک تا مثبت یک هستند و دقت بکنید که این مقادیر منهای یک تا یک درجه وابستگی اینها رو به هم میگه یعنی مدین کام چقدر وابستگی داره با میدین هاوس value توتال rooms چقدر وابستگی داره با این هر چقدر که این عدد به یک نزدیکتر باشه یعنی وابستگی مثبت بیشتری داره وابستگی مثبت یعنی چی؟ یعنی مثلا میدین اینکام وابستگیش 69 صدومه یعنی تقریبا 7 هم وابستگی بسیار بالایی داره یعنی چی؟ یعنی اگر میدین اینکام زیاد بشه یعنی درآمد افراد زیاد بشه قیمت خونه هم زیاد میشه یعنی رابطه مستقیم و خطی با هم داره هرچقدر رابطه به منفی یک نزدیک تر باشه باز هم نشون دهنده وجود رابطه زیاد هست ولی رابطه معکوس پس باز هم به درد ما میخوره یعنی مثلا اینجا البته ما بیشترین رابطه معکوس و بهترین رابطه معکوسی که داریم لاتیتود منهای 14 صد که اصلا عدد بالایی نیست و خیلی به درد بخور نیست برای ما ولی فرض کنیم این عدد بالا بود این مفهوم رو میرسوند که هر چقدر لاتیتود زیاد بشه میدین هاوس ولیو کم میشه و هر چقدر این کم بشه اورج قیمت میانگین قیمت زیاد میشه پس ما میدونیم که یک و منهای یک یعنی دقیقا به هم وابسته هستند ولی اطراف یک و اطراف منهای یک برای ما خوب هستند ویژگی ها و ویژگی هایی که به صفر میل کنند این مفهوم رو به ما میرسونند که وابستگی وجود نداره یعنی مثلا واسه این ویژگی ها به خصوص هیچ وابستگی وجود نداره وابستگی بسیار کمی وجود داره چون ولیوشون تقریبا هلوش مثبت یک دهم ده تا منفی یک دهم ده هست پس ما میدونیم که اون ولیویی که به درد ما میخوره مدین اینکام هست یا درآمد میانگین درآمد میانگین بهترین المان توی این جدول هست که با استفاده از اون ما میتونیم قیمت خونه ها رو پیش بینی بکنیم چون هر چقدر این تغییر میکنه به همون نسبت و با همون درجه این هم داره تغییر میکنه هر چقدر درآمد میانگین افراد بالاتر میره قیمت خونه های اون منطقه هم بالاتر هست پس قیمت خونه های هر منطقه فهمیدیم که زیاد به تعداد اتاق ها وابسته نیست زیاد به سن هر خونه وابسته نیست زیاد به تعداد خانوارهای اون منطقه وابسته نیست به تعداد اتاق خوابهای اون منطقه جمعیت منطقه و موقعیت جغرافیاییش خیلی وابستگی نداره و بیشتری وابستگی رو به مدین اینکام یا میانگین درآمد داره باز هم جا داره که ذکر کنم این استاندارد کوریلیشن coefficient فقط وابستگی های خطی رو میگه یعنی اگر وابستگی از نوع دیگه ای داشتیم اینجا نمیتونیم دنبالش بگردیم من یک شکلی رو آماده کردم که انواع وابستگی ها رو توی اون شکل راحت تر میتونید متوجه بشید اگر ما یک نگاه به این شکل بندازیم میبینیم که وابستگی یک یعنی یک مقدار خطی دقیق با شیب 45 درجه یعنی این رو محور وای در نظر بگیریم و این رو محور x یکی از وریه بلها اینجا و یکی دیگه شون اینجا دقیقا دونه بدونه هر وقت محور X اضافه بشه محور Y هم اضافه میشه یعنی وابستگی کاملا خطی و دقیق بین اینها وجود داره مقدارهای نزدیک 8 هم یک چنین پراکندگی وجود دارن یعنی باز هم هر چقدر X اضافه بشه تقریبا همونقدر Y هم اضافه میشه به همون نسبت وای هم اضافه میشه پس نشون میده که اینا وابستگی زیادی به هم دارن هرچی به صفر نزدیکتر میشیم میبینیم که پراکندگی بیشتره و وابستگی کمتر میشه به سمت منفی که میریم دوباره دقیقا همین رفتار رو میبینیم ولی در جهت معکوس یعنی هر چقدر مثلا x زیاد میشه میبینیم که y کم میشه یعنی اینجا که وای ها زیاد هست ایکس ها کم هست و اینجا هر چقدر میریم جلو X زیاد میشه وای کم میشه پس به این نتیجه میرسیم که هر چقدر به یک نزدیک باشیم وابستگی زیاد هست ولی مثبت هر چقدر به منهای یک نزدیک میشیم وابستگی زیاد هست و منفی ولی هر چقدر به صفر نزدیک میشیم داده ها زیاد به درد ما نمیخورن چون وابستگیشون کمتر هست و نکته دیگه این هست که وابستگی های بسیار زیاد شیب نمودار برای ما مهم نیست یعنی این مهم نیست که با چه ذریبی اینها به هم وابستن این مهمه که اینها 100 درصد به هم وابسته هستن یعنی ممکنه x دو برابر بشه y سه برابر ولی همیشه همینطور هست هر چقدر که x دو برابر بشه y سه برابر میشه پس شیب میتونه یک برابر دو برابر سه برابر یا هر نوع شیبی میتونه داشته باشه ولی وابستگی های دیگه همه صفر نشون داده میشه با اینکه همونطور که اینجا میبینین یک سری وابستگی ها وجود داره بین این داده ها ولی این وابستگی ها رو ما با استفاده از correlation coefficient نمیتونیم پیدا بکنیم این روش فقط برای وابستگی های خطی جواب میده و سایر وابستگی ها مثلا اینجا یک وابستگی خوب وجود داره ولی با استفاده از correlation ما نمیتونیم این وابستگی رو بفهمیم چون correlation به ما صفر رو نشون میده حالا که این وابستگی ها رو فهمیدیم و فهمیدیم که مدین اینکام وابستگی بیشتری به مدین هاوس ولیو داره و درآمد میانگین یک وابستگی زیادی به میانگین قیمت خونه توی اون منطقه داره یک روش دیگه هم هست برای چک کردن وابستگی ها و اون استفاده از اسکتر ماتریکس هست اسکتر یادتون هست یک چنین نمودار نقطه ای رو بهش میگن اسکتر ولی اسکتر ماتریکس یه ماتریسی از این نمودارها هست پس ما اون ویژگی هایی که حدس میزنیم ویژگی هایی هستند که میتونن به اورج قیمت اون میانگین قیمت اون وابسته باشند رو اونها رو میریزیم توی یک آرایه اسمش رو مثلا میذاریم فیچرز یه آرایه درست میکنیم اونهایی که حس میکنیم از بین اینها وابستگی داریم بهشون اولیش که خود میدین هاوس value هست چون میخوایم قطعا این رو با توجه به بقیه مقایسه بکنیم پس اینو میذاریم در کنار این من سه تا ولیوی دیگر رو هم میخوام بذارم یکی از این ولیو ها همون مدین این کام هست میدونستیم که این بسیار وابسته بود پس این رو میکشیم ولی گفتیم که ممکنه واقعا حس کنیم که وابستگی بین این ولیو ها وجود داره ولی وابستگی خطی نباشه برای اینکه مطمئن بشیم آیا واقعا وابستگی هست یا نه یا این کوریلیشن به ما جواب کامل رو داده یا ممکنه وابستگی دیگه باشه که از دست ما رفته اونهایی رو که حدس میزنیم وابستگی دارن میتونیم توی این اسکتر پلات مشخص بکنیم مثلا من حدس میزنم تعداد اتاق ها میتونه یکی از میارهایی باشه که وابسته هست پس این تعداد اتاق رو هم به عنوان گزینه در نظر میگیرم و فکر می کنم هاوسینگ میدین یا سن خونه ها هم بالاخره تو قیمت تاثیر دارن توی کالیفرنیا پس این رو هم اینجا میذارم پس ما یک آرایه از ویژگی ها داریم میخوایم نمودارهای وابستگی این همه اینها رو با هم بکشیم و ببینیم چه رابطه بین اینها وجود داره در اصل ما میخوایم رابطه‌شون با این میدین هاوس ولیو رو نگاه کنیم ولی اسکاتر ماتریس همه وابستگی‌ها رو به ما فعلا نشون میده ما برای که بتونیم نمودار رو بکشیم اول باید یک ایمپورت رو انجام بدیم برای که نوتبوکمون کاملا مرتب باشه همه ی ایمپورت ها رو این بالا انجام میدیم ولی اگر بخوایم ما اینجا ایمپورت انجام بدیم دیگه نمیتونیم این سلول رو ران بگیریم باید بیایم دوباره از بالا همه سلول ها رو ران بگیریم یعنی من اگر اینجا الان ایمپورت هم رو انجام بدم from pandas. plotting از کتابخونه پانداز دات plotting میخوام چی رو ایمپورت بکنم scatter matrix حالا از این scatter matrix اینجا استفاده میکنم و میگم سکتر ماتریکسی رو به ما بده از داده های دیت های فیچرز این رو الان براتون توضیح میدم که چی هست منظور یعنی روی دیتا برای ستون های فیچرز یعنی دیتای فیچرز که خودش یک آرایه هست یعنی دیتای میدین هاوس ولیو دیتای میدین اینکام دیتای توتال رومز و دیتای هاوسینگ میدین یعنی برای اون ستون هایی که الان اسمشون رو بردیم اسکاتر ماتریکسشون رو بساز ولی اگر من الان اینجا این رو ران بکنم به من ارور میده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسکاتر ماتریکس رو نمیشناسه اسکاتر از این کتابخونه هست و ما گفتیم وقتی این سلول رو ران میگیریم دیتا هاش رو داریم کامل و بعد میریم سلول بعد اگه سلول بعد رو ران بگیریم ولی چیزی رو قبلا اینجا تو سلول قبل عوض کرده باشیم دیگه اینجا نمیفهمه پس بعد از اول شروع کنیم دوباره ران گرفتم ما اینجا این رو عد کردیم یک بار دیگه این سلول رو ران میگیریم و بعد اینجا پلات رو هم یک بار دیگه ران میگیریم میایم اینجا ماتریس کوریلیشنمون رو هم یک بار دیگه ران میگیریم و حالا دیگه اگر بیایم اینجا این رو رام بگیریم چون اسکاتر ماتریکس رو از قبل میشناسه به ما پاسخ رو میده یکم زمان میبره تا بتونه نمودار رو برای ما بکشه اینهایی رو هم که اینجا به ما نشون میده اره یا آرایه خروجی ما هست برای اینکه ما بتونیم از شر این قسمت راحت بشیم میگیم که plt.show یعنی پلاتمون رو نشون بده ولی سایزمون اصلا مناسب نیست فیک سایز رو هم برابر مثلا 15 در 10 در نظر میگیریم حالا همونطور که میبینین نمودار رو به ما نشون میده و برای میدین هاوس ولیو برای میدین اینکام Total Rooms و Housing Median Age یعنی این چهارتا نمودارش رو در مقایسه با دوباره همین چهارتا نشون میده قاعدتاً میدین هاوس ولیو نمودارش با میدین هاوس ولیو یعنی اگر محور وای ها مدین هاوس ولیو بود و محور ایکس ها هم میدین هاوس ولیو بود یک نمودار خطی کاملا صاف میشد که خب به درد ما نمیخوره خود اسکتر ماتریکس اون نمودارهایی که روی قطر هست و یعنی در قبال خودشون باید بکشیم چون مطمئنا همه میدونن که یه خط صاف هست رابطه هر متغیر با خودش اینجا میاد یه هیستوگرام مینویسه ما فعلا این هیستوگرام برامون مهم نیست ولی این هیستوگرام هم قابل تغییره ما بیشتر برای اون مهم هست که ببینیم مدیان هاوس ولیو اگر روی محور وای ها مثلا باشه روی محور X کدوم یکی از این سه تا باشن بیشتر رابطه داره میبینیم که این یک رابطه تقریبا خطی هست همونطور که قبلا هم دیده بودیم تقریبا 7 دهم هست این کوریلیشن یا وابستگی اینها به هم و یه چیز هولوهوش خطی میبینیم ولی اینجا دیگه واسه توتال رومز نه تنها خطی نیست بلکه هیچ رابطه ای وجود نداره پس خیالمون راحت هست که درسته که کوریلیشن اینجا به ما رابطه خطی نداد ولی واقعا رابطه دیگه ای هم وجود نداره و ما چیزی رو با این کوریلیشن از دست ندادیم همینطور با هاوسینگ میدین Age یا میانگین سن خونه ها هم میبینیم که رابطه خاصی نداره و بسیار پخش هست پس اینجا به نتیجه میرسیم که واقعا تنها المان یا فیچری که میتونه به ما خیلی کمک بکنه برای پیدا کردن میدین هاوس ولیو همون این اینکام بود که یک نمودار تقریبا خطی رو به ما داد حالا پس بیاین زوم کنیم روی این نمودار و ببینیم واقعا این نمودار داخلش چی هست برای این کار از همون پلات معمولی استفاده میکنیم همین پلاتی که اینجا داشتیم پس من این رو کاملا کپی میکنم دیگه حالا یه دونه پلات میخوایم و ماتریسی از پلات ها نمیخوایم ولی توی این پلات با اینکه میدونم اسکاتر هست ولی ایکس و وایش دیگه لاتیتود لانگیتود نیست ایکسش رو میخوایم میدین اینکام باشه یا درآمد باشه پس ایکسش رو میدین اینکام در نظر میگیریم من اینها رو کپی پیست میکنم تایپ نمیکنم به خاطر اینکه توی تایپ احتمال خطا وجود داره ولی وقتی کپی بکنم مطمئنم که اینها اعداد درستی هستن و وایش هم طبیعتاً میانگین قیمت خونه هست میخوایم ببینیم رابطه اینها دقیقا چی هستن نیاز به متغیر دیگه ای هم نداریم پس نه نیاز به رنگ داریم و نه نیاز به شعاع داریم فیگر سایز هم میگیم 10 در 7 باشه آلفاش هم یک مقدار پر رنگ تر میکنیم چهار هم میکنیم که یک مقدار پر رنگ تر به ما نمایش بده حالا بعد یه چیزی توی این مایه ها به ما نشون بده ولی یک نمودار بسیار بزرگتر من این رو شیفت و آلت میگیرم و همینطور که می همین رو برای ما مشخصتر نشون میده پس میبینیم که هرچی میدین اینکام یا درآمد افراد بیشتر میشه تقریبا با یک نسبتی ما یه خط اینطوری داریم میدین هاوس ولیو یا میانگین قیمت خونه هم افزایش پیدا میکنه نکته بسیار مهمی که اینجا ما میتونیم از این تصویر بفهمیم که بعدا توی تمیز کردن داده های یعنی این توی مرحله چهارم به درد ما میخوره این هست که یک پرایس کپ وجود داره اینجا یعنی یک سقف قیمتی اینجا وجود داره این رو باید حتما ما بپرسیم از کسایی که این داده رو در اختیار ما قرار دادن یعنی مثلا از کلاینت یا مشتری که این داده ها رو به ما داده بپرسیم که آقا علت این که شما اولا بالای 500 هزار تا هیچ داده ای ندارید و علت این که یک تعداد زیادی از خونه ها قیمتشون 500 هزار هست چی هست ما این رو پرسیدیم و مشتری به ما گفته که ما خونه های بالای 500 هزار رو چون برامون مهم نبود دیگه قیمتشون همه رو گذاشتیم روی 500 هزار پس این پرایس کپ کار ما رو خراب میکنه برای الگوریتم ما باید حواسمون باشه که بعدا وقتی داریم تمیز میکنیم دیتا هامون رو حواسمون به این پرایس کپ باشه در کنار این که طرف اومده و توی داده هاش بالای 500 هزار رو همه رو روند کرده روی 500 هزار اگر نگاه کنیم با دقت میبینیم هلوش 350000. هزار 280 هزار و 234 هزار اینجاها هم یک سری خط ها وجود داره که نشون میده که توی بعضی دیگه از شرایط هم یک سری داده ها رو روند کردن که به این ولیو ها رسیدن ما این رو هم باید دقت بکنیم توی مرحله چهارم که تمیز کردن داده ها هست باید حواسمون باشه اینها رو هم تمیز بکنیم به خاطر اینکه نمیخوایم الگوریتم ما تصمیم اشتباهی بگیره این نکته ها رو مد نظر داشته باشید پس تا الان چیزهایی که از این داده ها فهمیدیم این بود که داده ها به این صورت به صورت جغرافیایی پراکنده هستند هر چقدر نزدیک به ساحل باشیم یا نزدیک به ساکرامنتو سان خوزه یا لس آنجلس باشیم قیمت خونه ها بیشتر هست همونطور که می‌بینید خونه های قرمز رنگ و همینطور تجمع مناطق و تجمع جمعیت توی این مناطق به اضافه این قسمت از مرکز کالیفرنیا بیشتر هست داده های دیگه که به دست آوردیم رابطه بین این ولیو ها بود با میانگین قیمت خونه و دیدیم که میانگین درآمد افراد بیشترین رابطه رو با میانگین قیمت خونه داره ولی بقیه این زریب ها زیاد به درد ما نمیخورند بقیه ویژگی ها برای اینکه مطمئن بشیم کورلیشن ماتریکس همون داره دقیق جواب میده و آیا رابطه دیگه ای هم وجود داره یا نه اونایی که شک داشتیم ممکنه رابطه داشته باشند با میانگین قیمت خونه اونها رو با به صورت نمودار نشون دادیم و دیدیم که نه واقعا رابطه خاصی بین اینها وجود نداره و اینا زیاد نمیتونن توی مدل نهایی به ما کمک بکنن و بعد در نهایت اونی که به ما کمک میکرد یا میانگین درآمد رو نمودارش رو بزرگ کشیدیم ببینیم آیا ایرادی داره داده هامون که دو سه تا ایراد کوچیک پیدا کردیم تو اونها که توی مرحله بعد باید این رو حل کنیم آخرین مرحله از مرحله دیدن داده ها یه مرحله جذابه ما میدونیم که اول بذارین من هد رو مشخص بکنم اینجا data.head که یک سری از داده ها رو اینجا ببینیم ما میدونیم که توی این ویژگی هایی که داده داره این دهتا ویژگی که داره و ما این ویژگی به عنوان هدف نهایی برامون مهم هست که باید از بقیه ویژگی ها این مقدار رو پیدا بکنیم میدونیم که می این به درد ما میخوره و خیلی شبیه هست و اعدادش با تغییراتش میتونیم تغییر قیمت خونه رو ببینیم ولی بقیه زیاد به درد ما نمیخورد ولی آیا واقعا اینا دیگه به درد نمیخورن؟ شاید با ترکیب بعضی از این ستون ما میتونیم به اعداد خوبی برسیم مثلا شاید تعداد اتاق خواب هایی که اینجا داره توی هر منطقه برای ما مهم نباشه ولی نسبت تعداد اتاق به تعداد کل اتاق شاید به درد ما بخوره یعنی ببینیم که خونه هایی که بیشتر اتاق خواب دارن منطقه هایی که بیشتر اتاق خواب دارن بهتره یا منطقه هایی که اتاق دیگه دارن خونه هایی که اتاق دیگه دارن از نوع مثلا اتاق پذیرایی اتاق شامخوری اتاق مثلا آشپزخونه یا اتاق اتو اتاق داینینگ روم اونها بیشتر قیمتشون گرون هست ما گفتیم جمعیت هر منطقه زیاد برای ما مهم نیست ولی شاید جمعیت به ازای هر خانوار برای ما مهم باشه یعنی جمعیت هر خونواده تاثیر داشته باشه ما اینجا جمعیت هر خانواده رو نداریم جمعیت هر منطقه رو داریم و تعداد خونواده های اون منطقه و دیدیم که این دوتا زیاد توی قیمت میانگین تاثیر نرم ولی شاید جمعیت هر خانوار تاثیر داشته باشه یعنی تقسیم جمعیت کل به تعداد خانوارها همچنین یه عدد دیگه ما گفتیم تعداد اتاق توی منطقه زیاد تأثیری نداره ولی شاید تعداد اتاق تقسیم بر تعداد خونواده ها تأثیر داشته باشه یعنی به ازای هر خونواده چند تا اتاق وجود داره یعنی هر خونواده توی خونش چند تا اتاق داره شاید این هم به درد ما بخوره پس ما میتونیم از ترکیب چند تا از این ستون ها ستون های دیگه ای رو به دست بیاریم بین کار انجام بدیم میگیم دیتای وقتی بخوایم یک ستون جدید درست بکنیم یه اسم جدید اینجا باید بدیم مثلا دیتای Total Rooms پر Household یعنی تعداد اتاق به ازای هر خانوار این چطوری به دست میاد این برابر با من این رو کپی میکنم که راحت تر باشه کار ما این برابر با تعداد اتاق هر منطقه تقسیم بر تعداد هاوس هولد اون منطقه یا تعداد خانوارها پس اگر تعداد کل اتاقهای منطقه رو تقسیم بر تعداد خانواده ها بکنیم تعداد اتاقها برای هر خانواده رو میتونیم داشته باشیم به همین ترتیب من این رو کپی میکنم و تعداد بدرومز یعنی این ولیو رو به ازای هر اتاق میخوام داشته باشم میخوام ببینم به ازای کل اتاق ها چند تا بدروم داریم پس میام کل اتاق خواب ها رو تقسیم بر کل اتاق ها میکنم و بعد یه ولیوی دیگه ای به دست میارم در نهایت این رو هم کپی میکنم و میخوام ببینم جمعیت به ازای هر هاوس هولد چقدر هست پس میخوام ببینم پاپیولیشن و این رو هم میکنم پاپیلیشن به ازای هر خانوار یعنی جمعیت هر خونوار توی منطقه میتونه آیا تأثیری داشته باشه یا نه پس من سه تا داده دیگه اضافه دارم میکنم به این دیتای کلی ما دیتای کلی ما الان این ده تا ستون رو داشت ولی من اگر این کار رو انجام بدم و بعد بیام دیتا رو هدش رو نشون بدم یعنی پنجتا سطر اولش رو نشون بدم میبینیم که علاوه بر این دهتایی که قبلا داشته Ocean پراکسیمیتی سه تا ستون دیگه هم به من اضافه کرد Total Rooms Per Household Total Bedrooms Per Total Room و Population Per Household حالا این سه ست تا ستونی که مقدارهاش رو اضافه کرد من میخوام یک بار دیگه این کوریلیشن رو صدا بزنم پس این دو خط رو کپی میکنم ماتریس کوریلیشن هم و دوباره با ستون های جدید میسازم را وابستگی ها رو پیدا میکنم و به ازای میدین هاوس ولیو یا اوریج میانگین قیمت هر خونه دوباره اینها رو چاپ میکنم قاعدتا نسبت به این ما باید سه ست ستون دیگه اضافه بشه و رابطه ای اونها رو هم برای ما نمایش بده پس من این رو اینجا پیست میکنم و این رو ران میگیرم همونطور که میبینید توتال رومز پر هم اضافه شد population per household هم اضافه شد total bedrooms per total rooms را اضافه کردیم اینجا حالا میخوام ببینیم اینا چی هستن ضریب total rooms per household 1.58 هست یعنی بعد از median income این ضریبش از همه نزدیک تر هست به average خونه با اینکه عدد خیلی بالایی نیست و ضریب بسیار بالایی نیست ولی حداقل این ضریب جدید یا این ویژگی جدیدی که ما اضافه کردیم به خونه هامون میدونیم که از همه ویژگی های دیگه رابطش بیشتر هست با میانگین قیمت خونه ها پس تقریبا یک کار خوب انجام دادیم یه ویژگی خیلی خوبی به دست آوردیم از طرفی جمعیت هر خانوار فهمیدیم که هیچ تأثیری نداره و خیلی به صرف نزدیکه پس این ولیوی که الان ما اضافه کردیم زیاد تأثیری نداشت برای ما توی تحلیل داده های ما ولی تعداد اتاق خواب نسبت به تعداد اتاق یک مقدار نسبتش بهتر از بقیه هست منهای 25 صدم شده این هم عدد امیدوار کننده ای هست پس ما دو تا از این مقدارهایی که اضافه کردیم رابطهشون با میانگین قیمت خونه تقریبا بیشتر از بقیه هست پس ما سه تا ویژگی اومدیم اضافه کردیم به جدولمون با توجه به داده های قبلیمون و چک کردیم ببینیم این سه تا ویژگیی که درست کردیم یعنی این سه رابطه جدید چه ربطی به میانگین قیمت خونه داشتن و دیدیم که این سه تا ویژگی دو تا از ویژگیهاش رابطه خوبی داشت و میتونه بعدا توی مدلمون به کار بیاد این کلیاتی بود از مرحله سوم از انجام یک پروژه ماشین لرنینگ توی این مرحله اومدیم داده ها رو به خوبی کاوش کردیم اونها رو روی نمودارهای مختلف نمایش دادیم رابطه بین ستون های اصلیش رو پیدا کردیم رابطه بین این ستون ها با ستونی که میخوایم پیش بینی بکنیم رو پیدا کردیم ایرادی اگر داده ها داشت مثل اینجا پیدا کردیم و اینها رو توی ذهنمون داریم یادداشت کردیم میدونیم چطوری میتونیم یک ستون جدید اضافه کنیم با استفاده از ویژگی‌هایی که قبلا وجود داشتن و با توجه به نوع داده هایی که شما دارید میتونید خیلی کارهای دیگه بکنی این تو ذهنتون باشه که مرحله سوم و مرحله چهارم از انجام یک پروژه ماشین لرنینگ زمان بر هست شما به هیچ وجه قرار نیست یک پروژه ماشین لرنینگ رو توی یک روز دو روز یا سه روز انجام بدین یک پروژه ماشین لرنینگ ممکنه ماها طول بکشه و همین ای که ما الان توی یکی دو ساعت انجام دادیم ممکنه ماها طول بکشه این مرحله یا شاید 15 روز 20 روز طول بکشه این مرحله پس شما به اندازه کافی وقت دارید باید داده ها را کامل بررسی بکنید و سعی کنید بهترین نوع تحلیل رو بذارید و بیشترین مقدار ویژگی که مربوط به ویژگی نهایی شما هست رو بیرون بکشید اینطوری الگوریتمی که توی مرحله بعد میخوایم توی مرحله پنجم میخوایم به وجود بیاریم الگوریتم دقیق تری هست و جواب های به ما میده برای پیش بینی قیمت خونه ها. این مرحله و مرحله آینده که تمیز کردن داده ها هستن مراحل بسیار زمانبری هستن پس حوصلتون سر نره واقعا وقت بذارید و این مراحل رو به دقت بررسی بکنید برای انجام این مرحله شما نیاز به نمودارهای مختلفی دارید پس برید نمودار مت لیب رو بخونید این کتابخونه رو ببینید چطوری میتونید ازش استفاده بکنید همچنین کتابخونه سی بورن که اینطوری نوشته میشه این کتابخونه هم کتابخونه بسیار خوبی هست برای پلات کشیدن انواع نمودارهای خطی، بار چارت، نمودارهای کیک مانند، نمودارهای میله ای و همینطور نمودارهای اسکتر مثل همین مثالی که اینجا داشتیم، این رو هم سعی کنید مطالعه بکنید، روش‌های کشیدن نمودارها رو یاد بگیرید و دیتا هاتون رو با دقت بررسی بکنید. توی جلسه آینده در مورد تمیز کردن دیتا و آماده کردن دیتا برای ساختن یک الگوریتم ماشین لرنینگ صحبت می‌کنیم. امیدوارم که این درس برای شما مفید بوده باشه اگر سوالی داشتین زیر همین پست کامنت کنین من در اولین فرصت به سوال شما پاسخ خواهم داد اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا ما رو به دوستانتون پیشنهاد بکنین و توی کانال ما سابسکرایب کنید تا در جریان ویدئوهای جدید ما قرار بگیرید فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگیری برنامه نویسی تمرین بسیار هست موفق باشید.